خانم معصومه تفریشی که یکی از کیک‌پزهای معروف پایتخته و بیشتر مشتریاش هم صفحش رو تو فضای مجازی دنبال میکنن، بابت کامنت‌های توهین‌آمیز در فضای مجازی از خانم مهناز حیدری شکایت کرده. از طرفی مهناز هم با یک شکایت متقابل خانم معصومه تفریشی رو به اتهام کلاهبرداری به دادگاه کشونده و ادعا میکنه خانم تفریشی با ککی که پخته باعث به هم خوردن نامزدی شده. جعفر رمزین چنده؟ دست نزن آسترکی، بذار سر جاش. تو آجی نیمده بگو بزنم اینو بازی کنم. بذار بذار سر جاش آسترکی، الان آجی میاد بد میشه واسه. جعفر آجی تو این فوتبال بازی میکنه با متهم. فوتبال چیه؟ آجی توش استلام متهمی رو با شاکی ها رو میگیره. بذار سر جاش. تو یادت میره بابا فوتبال بازی میکنه. بذار سر جاش، الان آجی میاد بد میشه واسه مو. میگم با آجی و عطر آجی میزنی. برو بیرون آسترکی. قیام کنید. سلام آقا. سلام آقا. پرجت. بفرمایید. آقا خدمت شما. خانم معصومه تفریشی یا ساناز تفریشی؟ معصومه تفریشی هستم. ساناز اسم پیجمه. آخه من وقتی که پیجم رو اندازی کردم اسمش کیک ساناز بود، به خاطر همین منو به اون اسم میشناسن. خب دست کجا بفر؟ آیا قبل اینکه شما بیان آسترکی با خودش برد شما که رسیدید؟ جفر چی پیش این داری؟ پیش آسترکی؟ چی پیش این داری؟ هیچی آجی. برای چی ازش میترسی؟ نمیترسم آجی. تو نمیترسی از آسترکی؟ نه. این چرا باید جرأت کنه یه دستگاه منو برداره بره؟ نمیدونم والا، هرچی هم بهش گفتم گوش نکرد، تا شما رسیدین رفت بیرون. صداش کن بیا. آیا آسترکی؟ الو آجی. دست بنداز. صافایسا. دست کپو. ای جعفر افشای راست کرد. افشای چی کرد؟ راست. برو برای دستگاه رو بیا. حاجی این جعفر تثبیت سلامتی جسم و روح نداره. برو دستگاه رو برده بیار آقا. بفرما. من چه بس جای عطرتون رو عوض کنم. بفرمایید آقا. بفرمایید. قابل توجه آقای جعفر. ببخشید آقا. ببخشید. آمار ببخشید داد هر روز داره میره بالاتر. بله آقا شماست. شما کد ملی تو هم بگو. 237. خب. 046-3971. خانم معصومه تفرشی. بله درسته. مگه اسمت ساناز نبود؟ خیلی خوب. الان شما طرح دعوا کردی علیه ایشون بابت توهین و افترا در فضای مجازی. شما می شکایت متقابل داشتی بابت کلاهبرداری. پرونده ارجاع شده اینجا. شما یه توضیحی بدید راجع به این قضیه من بشنوم. اگه مطالبه فرمایید همه رو اونجا نوشتم ممنون میشم. من اگه می‌خواستم خودم بخونم که خب شما رو دعوت نمی‌کردم دیگه. حرف زدنش هم این کار کردنش. اجازه بدید. راستش دوباره گفتنش حال منو بد میکنه. حالا بگید یه بار. من اصلا با این خانم هیچ رفاقتی نداشتم. همین که نمیدونه اسم من معصومه است یعنی هیچ صمیمیتی بین من و این نیست. آقا یه قاضی صمیمیت داریم. یه پیج با 10,000 تا فالوور فیک داره. فکر کرده کل ایران باید بشناسنش. اصلا همین که دوتا اسم داری یعنی خیلی کلاهبرداری. خانم ببینی چه زبونی داره. اجازه هست ادامه بدم؟ اجازه میدین من صحبت های ایشون رو بشنوم بعد به شما هم وقت میدم شما هم صحبت بکنید. بفهمید. خوبه؟ بله. کمک کنیم سه نفری با همین دادگاه خوب و خوش برگزار بشه ان شاء الله. تمومش بریم. موافقین؟ بله. خیلی خوب. پس با نظم رعایت کنیم نظمو. بفرمایید شما. ایشون از اولین دنبال کننده های پیج من بودن. خب منم پیجشو دنبال میکردم. یه پیج سیاه قلم و اینجور چیزا داشت. پس بیرون از فضای مجازی با هم ارتباطی نداشت؟ نه خدا رو شکر.
خب قلم قوی هم نداشت، ولی خب در حد خودش هم بد. ولی کیک های طراحی این خانم عالی آقای قاضی، قوی. کار ما هم به این صورته. به مگه قول ندادیم باشه چشم بخشت. کار ما به این صورته، چند تا طرح رو میزنیم، طرحهای اختصاصی میزنیم، به مشتری نشون میدیم، خودش میبینه، خودش نگاه میکنه و یکی رو انتخاب میکنه. خب اگه مشتری خودش طرح بیاره چی؟ خب خیلی هم عالی. که ایشون هم خودش طرح رو بیاره. بله بله درسته. خب؟ بعد از اون فقط ما تو فضای مجازی با هم در ارتباط بودیم، تا اینکه یه روز من بهش پیشنهاد دادم که اگه دوست داره میتونه بیاد با من همکاری داشته باشه. خب اینم قبول کرد، چند تا طرح برای من زد، ولی خب اصلا خوب نبود، من دوست نداشتم. ولی کارای تو عالیه، من خیلی دوست داشتم با تو همکاری کنم، چقدر حیف که نشد واقعا. خانم ادامه میدین؟ خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد از اون به من گفتش که نامزد کرده. خب منم خوشحال شدم، بهش گفتم که کیک نامزدی تو خودم برات طراحی میکنم. اونم که انگار اصلا به همین نیت سمت من اومده بود، رو هوا زد و قبول کرد. بعد پول گرفتیم بابت این کیک؟ ببینید من فقط در حد همون مواد اولیه کیک یه مبلغ از ایشون گرفتم، بیشتر از این من نگرفتم. چقدر بوده این مبلغ؟ 700 تومانی که از من گرفتی در حد مواد اولیه بله، کیک بله، بود. چقدر تو دروغویی، واقعا واسهت متاسفم. من الان چی باید بهشون بگم آقای قاضی؟ اصلا با من حرف نزن. تازه خیلی کمتر از اونم من ازت گرفتم. آره باشه. خیلی خوب. بعد ادامه بدین چه اتفاقی افتاد؟ بعد از اون گفت تولد نامزدشه، میخواد نامزدشو سورپرایز کنه. از من خواست که یه طرحی برای من میفرسته، من اون طرح روی کیک براش طراحی کنم. خب کار ما هم اینجوریه، بر نمیداریم عکس روی کیک کپی کنیم، اون طرحی که برامون میفرسته ما پیاده میکنیم روی طرح سیاه قلم. خودشون کشیده بله، بودن بله. خودتون کشیده بودین بله. طرح سیاه قلم. آقای قاضی من حتی امضای پای سیاه قلمش هم خودم براش انداختم. خب خانم اومد کیکو دید، برداشت، برد. چرا همون لحظه به من نگفت که اینو دوست نداره، شبیهش نیست؟ آقای قاضی طرح کیک اصلا شبیه نامزد من نبود. همه دوستان مندن مسخره میکردن، میگفتن نمیدونم نامزدشو لحظه آخری عوض کرده، تخفیف لحظه آخر خودش کجاست، از این جور حرفا. خانواده نامزد من به خاطر گندی که تو زده بودی سرشون رو بلند نمی‌کردن. اگه سرشون رو بلند نکردن چرا همون لحظه نگفتی؟ چرا اومدی هرچی از دهنت در اومد به ما گفتی و رفتی؟ چرا شبش نیومدی؟ فرداش نیومدی؟ گذاشتی دو روز بعد اومدی گفتی؟ پسر دو روز بعد نامزدیه به نامزد. پسر به نامزدت میگی پسره؟ تو ربطی نداره به نامزدم چی میگی؟ پسر من دیگه حرفی واسه گفتن ندارم. حضور تو اگه اینقدر سعی تو زندگی بقیه بود به کارت میرسیدی الان ما اینجا نبودیم. صحبت کن، ادب داشته باش. الان نامزد شما شما رو به خاطر اون کیک رها کرده رفته؟ بله آقای قاضی. فقط به خاطر کیک؟ خب آقای قاضی شما که نمیدونید این خانم چه گندی زده بود، برداشته بود یه عکس انداخته بود، اصلا انگار یکی دیگه است. من چه جوابی باید میدادم به نامزدم؟ عکس کی براش برده بود؟ مگه شما نبرده بودی؟ بله من برده بودم ولی اصلا شباهتی نداشت. خب شما دو روز بعد رفتی تو محل کار ایشون، بهشون توهین کردی تو محل کار؟ آقای قاضی من یه ذره عصبانی بودم، حالا تو کارگاهش یه ذره جیغ و داد کردم، وگرنه بقیه‌اشو قبول ندارم. من توهینی به کسی تو فضای مجازی نکردم. دقیقاً بعد از اون داستان اومد تو فضای مجازی چند تا کامنت برای من گذاشت. نه من اصلا الان راجع به فضای مجازی سوال نکردم، حالا میریم جلوتر راجع به اونم سوال دارم. سوالم اینه شما دو روز بعد از اینکه ایشون کیکو به شما تحویل داده رفتی تو محل کار ایشون به ایشون توهین کردی. این اصلا یه بحث دیگه است. من یه ذره صدامو بردم بالا. آره. فقط هر چی حرف رکیک از دهنش در اومد به من و همکارام گفت. اینم گزارش خب برو شاهد تو بعدا بیا من کجا حرف رکیک زدم. هست من خوندم. همکارام که هستن درست صحبت کن. اصلا من نمیتونم فحش بدم آقای قاضی. آره نمیتونه، راست میگه، اصلا نمیتونه فحش بده. خب بعد این قضیه توهین تو فضای مجازی چی بوده؟ ببینید بعد از اون داستانی که ما داشتیم من دیدم یه سری کامنت های اومد زیر پست من که همشون خیلی حرفای بد و رکیک به من زده شد. خب اون کامنت هایی که به من این حرفا رو زدن، من وقتی رفتم پستشون رو نگاه کردم، دنبال کردم، دیدم یکی دوتا پست داشتن و اصلا دنبال کننده ای نداشتن و این خانم خیلی نامحسوس میرفت اونا رو تایید میکرد. من اصلا تایید تو رو بلند کردم چجوری نامحسوس برم اونا رو تایید کنم؟ شما فکر میکنید اینم اتفاقیه آقای قاضی؟ بله اتفاقیه، برو شاهد بیار. میدونین من به چی دارم فکر میکنم؟ میدونی؟ دارم به این فکر میکنم که چیکار کنم بتونیم دادگاه رو با یه نظم خاصی ببریم جلو. بیشتر الان این برام جایی که این خانم باشه اصلا نظم نیست آقای قاضی. برات متاسفم. متقابلا متاسف باش. هیچ بگذاریم. خیلی خوب. شما از کجا مطمئنی اون کامنت رو ایشون گذاشته؟ آقای قاضی دلیل چیه؟ دلیل اینه که این خانم یه پست گذاشتن و تمام اون
پیجایی که من میگم فیک بودن اومدن اون رو تایید کردن و این خانم اومد منو تک کرد. خب این کاملا داره نشون میده که کار خودشه. پست چی گذاشتن خانم؟ میشه شما لطف کنید یه دقیقه فیلمو ببینید؟ خواهش میکنم ازتون. فیلم گذاشت، فیلم دادن؟ بازاری فوتبال نگاه میکنی؟ بر جمع کن اون گوشی رو. بله چشم. جمع کن اون گوشی رو. چشم. همین 10 دقیقه پیش گفتی ببخشید. چی کار میکنی با این بچه ها؟ چجوری آموزششون میدی؟ آموزش بازیگری آقای قاسی. پس پول از کجا میاری؟ درآمد پول آنچنانی که بهشون نمیدم. از طریق همین اجراهای خیابانی. اجرای تئاتر بینوایان، اجرای تئاتر الیور تویس، اجرای تئاتر ایکس، اجرای من از اینا پول در میارم، به اینا تزریق میکنم، یه کوچولوش هم برات. خودت هم نقش فاگینو بازی میکنی ها؟ من نشسته بودم خونه داشتم با خدای خودم راز و نیاز میکردم. عمو، تو را خدا، ما گارانه بگید درود و مامان و خواهرم گوشده. یعنی تجارت به وسیله هنر جناب قاسی. آقای قاسی یه سر کوتاه بیای. ترازو خیلی سنگین میشه. میدونی جرم چیه؟ خوش به سعادت نامزدت که تو رو گذاشته. این شما بودین دیگه؟ بله. درسته؟ تایید میکنی؟ بله. میدونی دیدید کار من بی احترامی بکنم به کسی؟ بگم؟ بفهمید. بله. میدونی این کار مصداق بارز افتراس؟ میدونی این جرمه؟ آقای قاضی شما چرا به شکایت من رسیدگی نمیکنید؟ من میگم این خانم از من کلاهبرداری کرده، به من خسارت زده، باعث جدایی نامزدم شده، بعد شما میگی چه پسش حرف میزنی؟ حرفم نمیشه زد؟ الان کی به شما گفته کاری که ایشون با شما کرده کلاهبرداریه؟ خب همین که پول ناحق از من گرفته، پس اسمش چیه؟ این کی به شما گفته؟ رو چه حسابی؟ من با وکیلم مشورت کردم. وکیل شما به شما گفته توصیه کرده کلاهبرداری؟ بله، یکی از دوستام که حقوق میخونن من راهنمایی. میشه من با ایشون صحبت کنم؟ خب الان که من گوشی ندارم. سلام منو به ایشون برسونین. بفرمایین که کلاهبرداری یعنی اینکه یه آدمی یه مانور متقلبانه ای انجام بده در برابر شما، یعنی شما رو تطمیع به انجام دادن کاری بکنه، یه پولی از شما بگیره بعد اون کار انجام نده. کاری که ایشون کرده کلاهبرداری. دقیقاً همین کاری که این خانم کردن دیگه. هی اومد به من گفت بیا طرح رو کیک تو خودم برات میزنم. خانم ایشون از شما یه پولی گرفته، یه کیکی برای شما طراحی کرده، کارش ایراد داشته، این اسمش کلاهبرداری نیست. سلام منو به اون خانم وکیل برسونین، بگین اشتباه کرده. آقای قاضی اصلا شما اشتباه شکایت کردی. آقای قاضی من از این مشتری‌ها زیاد دارم. امروز میگن نامزدیمونه، فردا میگن به هم خورد. آقا جان یک بار با چشم باز نگاه کنید، دقت کنید، همه داستان نداشته. تو چشات عقابه که تو خونه ترشیدی. شما از روی سیاه قلم خود ایشون طراحی کردی رو که؟ بله حاج آقا، از روی سیاه قلم طراحی کردم. خیلی خوب، ممکنه من ببینم طراحی رو؟ ببینم این طرح خود شما کشیدی دیگه، درسته؟ بله. قبول دارین؟ بله. خیلی خوب، عکس روی کیک هم بذار ببینیم. اصلا اینگه یه نفر دیگه هست. آرزوهاشو کشیده برای من آورده. خب اجازه بده الان به نظر شما خانم چند درصد اختلاف بین اون سیاه قلم و عکس روی کیکه؟ ببینید ما همیشه به مشتری‌ها میگیم یه چیزی بین 10 تا 20 درصد تفاوت طبیعیه، به خاطر اینکه ما نمیایم عکسو کپی کنیم، ما میایم تر میزنیم با رنگای خوراکی. خب طبیعیه که این اتفاق میفته، اونم 10 تا 20 درصد، ولی من میگم 90 درصد شبیه به غیر از اون 10 20 درصد. خود شما اصلا شما فهمیدید چی گفت؟ نه خودم نفهمیدم، اینقدر که تو حرف میزنی. نه خود شما الان معتقدی چقدر شباهت داره؟
یه بار دیگه عکس سیاه قلم اجازه بده. عکس نامزد منم هست، میشه اونم پخش کنید خودتون ببینید چه شباهتی با هم دارن؟ بذار عکس نامزدشون. من حرفی واسه گفتم. خانم من معذرت میخوام ولی خودتونی قضاوت بکنین. واقعا نمیدونم اصلا انگار یه آدم دیگر طراحی کردی. چطوری تونستی این کارو بکنی؟ اون چهره رو ببین، این چهره رو ببین. آقای قاضی من نه نامزد ایشون رو دیدم نه عکسشون رو دیدم، همین طرحیه که خودش به من داده. خیلی خوب، اجازه من با توجه حرف شما الان نمیشم. منم متوجه سوال شما نمیشم. نه به خدا یه ذره الان این عکس نامزد شما مگه نیست؟ بله. خیر عکس سیاه قلمو بیار. خانم این عکس کجا شبیه؟ 70-80% شبیه آقای قاضی. خب این عکس آتلیه یه معلومه یه ذره باید فرق بکنه. خیلی خوب. ببین بزرگوار، شکایت شما بابت کلاهبرداری از ایشون، من برای ایشون معنی تعقیب صادر میکنم. متوجه هستی؟ بله. بابت این که اصلا عمل کلاهبرداری صورت نگرفته. یعنی این که شما یه سفارشی به ایشون دادی، ایشون هم کارشو انجام داده. حالا اصلا ما میگیم گیریم تمام گفته های شما هم درست. شما اگرم میگی کارش کیفیت نداشته، که از نظر من قاضی هم که الان اینجا نشستم کار ایشون کیفیت داشته. یعنی این طرحی که شما بهشون دادی تقریبا با 70-80% شباهت کارش انجام داده. حالا اگرم این نبوده شما باید میرفتی شکایت میکردی. خب الان نه این که نه این که نه ببین شما بلند شدی رفتی محل کار ایشون به ایشون توهین کردی. توهین بعد نکردم. توی فضای یه ذره صدا ما تو توهین کردی. نه شکایت کردی درست که بعد از اینکه من شکایت کردم به دستت رسید. بله خانم تجزیه بده. بعد رفتی تو فضای مجازی، الان فیلمو که با هم دیدیم دیگه. بله اون که شما بودی دیگه. خب رسما بهشون اتهام زدی. اتهام این جرمه. واقعیتو گفتم. واقعیتو نمیشه گفت. باز الان مصری که واقعیتو گفتی. بله واقعیتو گفتم. نمیخوام هیچ کدوم از فالوورای من اینو اتهام من برای ایشون من تعقیب صادر میکنم. برای شما بابت توهین و افترایی که به این خانم زدی 2,000,000 تومان جریمه مینویسم، واریز میکنی به صندوق دولت. یعنی چی آقای قاضی؟ این چه جور قضاوتیه؟ من به مرجع بالاتر شکایت میکنم. نامزد من باید بفهمه من هیچ گناهی نداشتم. خانم این مشکل خصوصی شماست، به خودتون ربط داره. حالا بنده هم میخوای شکایت بکنی؟ روزی 6-7 نفر اینجا میرن از من شکایت میکنن. ما این داستان داریم، ادامه داره. من مشکل ندارم. اجازه هست من حرف بزنم؟ من اینقدر رفتم اومدم شکایت کردم هزینه کردم، بعد پول من به حساب دولت باید وارد شه؟ خانم ای وای بر من. بابا جان جرم ایشون جنبه عمومی داره. بله باید جریمش به صندوق دولت واریز بکنه. من پول واریز نمی‌کنم. چیکار می‌کنی؟ پول واریز نمی‌کنم. من کار بدی نکردم آقای قاضی. شما قطعاً پول واریز می‌کنی. اصلا چه شوخی نداره. بله کار شما شایسته بوده خانم. حرف بزن. مثلا تصمیم شما نداره. من الان توی وضعیت مالی نیستم بتونم 2,000,000 به خاطر کاری که نکردم بریزم به حساب یه آدم که نمی‌شناسم. قطعاً 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 این جریمه رو خیلی زود پرداخت می‌کنی. مگه شوخیه؟ من پول واریز نمی کنم. باید پرداخت کنی ادب شی. اون که دیگه بفرمی. من نیستم. تو نمیخواد من ادب. ادب باش. من پول واریز نمی کنم. بفرمی خانم. اسرارت برملا میشه آقا جعفر بالاخره.